درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز جمعه است، 17 از ماه آوریل سال 2009 میلادی، در روزهای جمعه به مدت یک ساعت در خدمت شما نگاه میکنیم به متون قدیم زبان پارسی و امشب هم چند داستان کوتاه تا زمانی که بتوانیم، در واقع از گلستان شیخ عجل میخوانیم. به سرعت یک غزل بسیار خوب از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم میکنم. من و انکار شراب، این چه حکایت باشد؟ غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد؟ زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد؟ زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد؟ بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هرچه کند عین عنایت باشد. دوش از این قصه نخفتم که رفیقی میگفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. بله، داشتم فکر میکردم به موضوع مرگ هموطنان، ولی یکی از دوستانم فوت شده است، آقای فاضلی. هر سبت که همین جوری تحت الارضی فکر آدم حرکت میکنه، رسیدم به داستان خود و ما، موضوع استبداد، و رفته رفته به این فکر افتادم که ما شرقی ها از سواحل ژاپن تا غرب آفریقا در همه تاریخ یک اختراع کردیم، یک بیردن، اونم قطنما بوده. توجه کنیم که کشف رو با اختراع مخلوط نکنیم، یه اختراع مشرق زمین داشته، اینم قطنما بوده، اما ماشاءالله ماشاءالله 124,000 تا پیغمبر. داستان اون گاوه به یادم افتاد، گاوه که شیر نمیداد، اما ماشاءالله ماشاءالله چی داشت. حالا نمیشد این 124,000 تا پیغمبر یکیشون میگو آقا بدبختای بیچاره تو این بیابونا، اینا شما اگه بگیرید، اگه یک مغناطیسی بگیرید بچرخونید وسط یه سیم پیچی برق درست میکنید، کاری داشت؟ یا این برگای بید رو بگیرید بجوشونید آسپرین ازش در میاد. نمیشد بگن این 124,000 تا پیغمبر یه چیزی، آخه یاد ما بدن. چی یاد ما دادن این 124,000 پیغمبر؟ بفرمایید ببینیم چی یاد دادن آخر. حالا هموطن این زنگ زده بودن، یه جوان نیک نفسی بود، اما از بس بمباران مغلطه و دروغ میکنن جامعه ما رو، همه عبارات ما غلطه واقعا، یعنی فکر ما پریشانه، فکر پریشان که عبارت صحیح صادر نمیکنه. میگم شما گفتید اینا هیچ کاری نکردن، خیلی کارا کردن، مثلا آیه فلان. و گفتم عزیز من، تا قرن 18 19 تا قرن 20 آدمیزاد خورشید رو نمیشناخت. میگفت به اختیار دارین. بله، از شمس و کبرت. گفتم پدر جان، من نگفتم خورشید رو نمیدید، گفتم نمیشناخت، نمیفهمید که این نور پاکیزه از کجاست. تا علم، یعنی علم جدید کشف کرد که این از کجاست. اتفاقا کاشف این هم یک سال این پیش مرد، هانس بث از آلمان جایزه نوبل گرفت. باری همه ی حرفای ما مغلطه هست، ما گیج بودیم، یه اختراع کردیم، قطنما بوده، 124,000 پیغمبر. اما یک اختراع دیگری هم کردیم، فراموش نکنیم، اونم استبداد بوده، داستان استبداد. حالا از شبت که من داشتم فکر میکردم به مردن، به اینجا رسیدم، به خود پدیده مرگ که استاد طوس فرمود همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در آز باز. دم مرگ چون آتش هولناک، ندارد ز برنا و فرتوت باک. در مقدمه رستم و سهراب. و اینکه هر شبت که اگر از بنابراین علم پزشکی در واقع جلو مرگ میرها رو گرفته و میزان متوسط عمر رو از 30 سال و 35 سال اینا به 75 و 80 رسانده،
و در راهی است که یک روزی بتواند کشف کند که عرض کنم که جلوی مرگ رو بگیرد، اگر که بنا باشد که عرض شود که با رفراندوم باشد که یک همچین داروی دوای کشف شده باشد که حالا رفراندوم بگیریم آیا این رو اعمال بکنیم، بنده رأی نمیدهم بهش. این مرگ خیلی چیز خوبی است. تنها پدیده که عدالت دارد در این جهان ما میشناسیم مرگ هست. حتی در تولد هم عدلی نیست، در واقع اون هوس اون پدر مادر است یا حالا خودخواهیشون یا یکی به هر صورت. اما مرگ بسیار عادل است، هیچ فرقی براش نمی کنه. حالا تصور بفرمایید که دارو کش بشه، بعد بگویند که یک دارو کش شده، آمپولی کش، هر آمپولی مثلا 2 میلیارد دلار. اول کسی که میخره کی است؟ این سلطان عبدالله، شاه عبدالله عربستان سعودی، نفت مردم میفروشه، میخره میزنه که بمونه. دومیش هم علی خامنه خودمان هست. بعدش هم حسنی مبارک و اون پسر اون عرض کنم که رفیقمون که مرد، پسرش گذاشت رئیس جمهور در سوریه. من یادم میاد جیمی کارتر هنوز بودش یا تازه رفته بود که این سادات بیچاره رو کشتن. از اون زمان ریگان آمده 8 سال، بوش پدر 4 سال، آقای کلینتون 8 سال، بوش پسر 8 سال، هنوز این آقا حسنی مبارک نشسته اونجا رئیس جمهوره. ول بکنم که نیست. عجب اختراعی کردیم ما مردم عرض کنم که بزرگوار مشرق زمین. یک اختراع هم در تاریخ کردیم، اینم قطنما بوده. حالا اونم کفار اختراع کردن، اینم کفار چینی اختراع کردن. ما که دارای 124 هزار پیغمبر هستیم و اینقدر مورد لطف و عنایت پروردگار بوده ایم که 124 هزار پیغمبر خداوند فرستاد برای ما، که البته از یک سو بنگریم ما بسی بسیار آدم های گمراه جاهلی بودیم که نیاز داشتیم 124 هزار تا پیغمبر بیاد برای ما. اینها ما هیچ کار نکرد، هیچی nothing. اما ماشاءالله عقده موشک داریم، عقده موشک. این کشورهای بدبخت عقب افتاده میدل ایست، اینها حتی فار ایست، اینها عقده موشک دارن. گفتن میگن موشک حالا درست شد، یه همه چیز درست. پدر جان اون کسی موشکی که شکمش اول سیر کنه، اونا که موشک ساز شدن و صاحب موشک شدن و موشک براشون اعتبار شد و اینها، کسانی بودن که اول آمدن شکما رو سیر کردن، یعنی شکم سیر. دو، آمدن کارگاه های فنی ساختن، دانشگاه ها ساختن، صنایع سنگین درست کردن، اقتصادی که بتواند این کارها رو انجام بدن، نه اینکه از شکم ملت بزنی یه مش گرسنه و چیانم 4-5 میلیون تن گندم بخری سیلزمن فرستن آخونده به آمریکا و آرژانتین و استرالیا و چند جای دیگر که هر سبت که اینها گندم بخرن و موشکش ما شاله به موشکش به 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 این موشک. بله، برگردیم سر اصل مطلب. هر سبت که بنابراین مرگ پدیده خیلی خوبی است. ما که عرض کنم که نتوانستیم، حالا ما مردم ایران مثلا مترقی ترین مردم منطقه بوده ایم، 150 سال است داریم دنبال یک ذره آزادی سینه میزنیم. باز این مرگه باعث شده که یه کارهایی بشه. اگر که فتح علی شاه نمیمرد هنوز بودش، به مرگ طبیعی نمیمرد هنوز بلاوت بودش اونجا. یا اگر که فرض کنید ناصرالدین شاه رو این تن بود و گلوله های هر سبت که میرزا رضا کرمانی درش اثر نمیکرد، حتی ناصرالدین شاه هنوز بودش. مثل که تصویر نداریم دوستان. بله، بله، مثل یه مشکل فنی داریم. وارتان جان اجازه میدید یک موسیقی پخش کنیم ببینیم مشکل چی هست. Thank you.
درود بر شما وطنان گرامی، ما دچار مشکل فنی شدیم. یک مرتبه من از حرکات وارتان متوجه شدم که بس که تصویر نداریم، هرچی مشکل فنی است بر سر ما نازل می شود. دیروز هم این سایت بهرام‌مشیری.com که شما وطنان گرامی مراجعه می فرمایید هم خراب شده بود. در واقع به مدت 8 ساعتی نداشتیم و مطمئن هستم هموطنانی که رجوع کرده بودن برای امضا متوجه شدن که سایت کار نمی کند. نصف شب زنگ زدیم به اون محل و سرانجام درست شد. اجازه بدید برای شما برسانم که روز 26 اصلا کلامم فراموشم شد واقعا با این به هم خوردگی وضعیت. باری 26 در آستین هستیم، در باب فردوسی صحبت میکنیم. قبلا هم خدمتتون اعلام کردم، وارتان گرامی هم دارم به شما نشان میدهد که کجا امضا بکنیم برای اون مقصود، اون در واقع اون پتیشن مربوط به شکنجه اون دختر خانم نوجوان که ملاحظه فرمودید و وارتان داره نشان میدهد که چگونه شما میتوانید که لطف کنید و ببینیم. ممنونم از شما وارتان جان. مرسی عزیزم، متشکرم. بله دارد میزند، این سردار اسلام خوابانده داره میزند. بله و روز نهم ماه می در اورنج کانتی هستیم، در 2575 مکیب وی، در باب آینده دموکراسی در ایران صحبت میکنیم. و عرض شود که تلفن اطلاعات 549-551-9272، تلفن بفرمایید به جناب آل احمد به شما خواهند گفت. خب اجازه فرمایید، نور ما هم کم هست وارتان، نمیدونم تاریک شد صحنه. بله یا شاید این تصویر ما اینجا. خب اجازه بدید که برویم و ببینیم سعدی چه گفت. یعنی داستان کوتاه اینجا هست از شیخ اجل در گلستان پیدا کنیم و بخوانیم. عجب شیرین هستن این داستان‌های سعدی بزرگوار. دوستان میپرسن که چرا قطر این کتاب انقدر زیاد هست. عرض میکنم این کلیات سعدی است که در واقع حاوی گلستان و بوستان، غزلیات سعدی، قصاید سعدی به زبان فارسی، قصاید سعدی به زبان عربی، هزلیات سعدی که اون پایان هست، سخنان هجوآمیزم سعدی گفته است که بسیارم عبرت آموز هست و بسیار چیزها به ما میگوید از روزگار قدیم. بخشید. خب یاد دارم سعدی کاری که انجام داده روبرو نمیشود مستقیم با قضایای دینی، اما از طریق آوردن داستانها نفی میکند، رد میکند این احکام شریعت را. داستان زیبایی در بوستان فکر کنم خوندم خدمتتون که سعدی گفت رفتم در یک جایی، دیدم یک دختر بسیار زیبایی هست، ناگهان یک سیاه پوست بسیار کریه المنظری ظاهر شد و اون دختر رو گرفت به بوسیدن. بعد میگوید سعدی که مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت، طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ بر آن ناخدا ترس بینام و ننگ. بعد میگوید زلاحول همون دیف سیرت یا دیف صورت بجست و اینها. و بعد میگوید که فکر کردم خدمتی کردم به این دختر، اما دیدم در من آویخ که این پیر فلان ابن فلان، من چندین سال منتظر این لحظه بودم، تو مردک فضول آمدی این لحظه عشق ما رو هم منقص کردی. تو از اینجور داستان ها دارد که نشان میدهد که سعدی مخالف بود است با این داستان ها و فضولی در کار مردمان. نهی از منکر، نهی از منکر یعنی فضولی در امور شخصی دیگر. خب اینجا در باب یک مشکل مهم هست در هندوستان و در جاهایی که عرض کردم که ما مسلمان هستیم، خواب راحت رو از دیگران میگیریم. یک کسی از من پرسید آقا تو این گروه رو میشناسی؟ در تاکسی نشستان در هندوستان. گفتم بله. گفت مگه خدای اینا کره؟ گفتم چطور؟ گفت اینا نمیذاره مردم بخوابن. ببینید سر زور چه سر صدایی رو انداختن اینا.
میخواد نماز بخونن، مگر نه اینکه آدم بایستی موقع نیایش به دربار خداوند تبارک و تعالی بایستی کاملا در سکوت و تمرکز باشه؟ این همه سر و صدا مال چیه؟ گفتم عزیز من این تاریخش مربوط به این است که در بیابان ها بودن اینها، پشت این تپه، پشت اون نمیدونم فلان، نمیدیدن هم دیگر رو، خوابشون میبرد، یه کسی سر و صدای زیادی میکرد که ساعت هم که نداشتن. اما این به سنت باقی مونده است، خداوند فرموده است که ساعت 4 صبح مردم رو از خواب بیدار کنید، کفار را. واقعا من تعجب میکنم از این تحملی که مردم هندوستان دارن. هر جا برید خب هر سری مساجد هستن، اینا هم هندو هم بابا، اینا مسلمان نیستن که اینا نصف ساعت 3 صبح 4 صبح ببینی سر و صدا و بلنگوهای بد بد صدا و اینا خواب بیدار میکنن، بیچاره هم تحمل میکنن دینشونه. حالا بنده نمیدونم اگر اونا در اکثریت بودن، این هندوهای بدبخت در اقلیت، پوست اینا رو میکندن، این برادران مسلمان ما. خب این اشاره است به همین داستان. میفرماید یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. مولع یعنی کسی که حریص هست، خیلی دوست داره. بله شبخیز بودمی، مولع زهد و پرهیز، یعنی پا می شدم و عرض کنم که دعا و نماز اینجور چیزا و قرآن خونیم. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته، قرآنش هم تو بغلش بوده، و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. چون نزدیک صبح شده بوده، یکی رو که یک نفر هست با دوگانه ای که منظور نماز دو رکعت نماز صبح هست، ببین به چه زیبایی سعدی آورده. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، چنان خواب قفلت بردن که گویی نخفتن که مردن. گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی، به از اون که در پوستین خلق افتی. پوستین خلق افتادن یعنی مزاحم شدن. گفتم بگید کپت رو بذار مزاحم مردم نشینه، خستن گفتن خوابیدن. حالا ببینید تعبیر سعدی از خودکامگی دینی چگونه است. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. هر کسی خیال میکنه دین ما بهترین ادیان است، الحمدلله رب العالمین، حالا اگر که کار نداریم و آینده نداریم و امید نداریم و عرض کنم ابداع و اختراعات نداریم و در جهان عقب افتاده هستیم و نان خوردن هم نداریم، الحمدلله که دین ما بهترین ادیان است، حزب ما هم بهترین احزاب است، هر کم باور نمی کند گاب است. پرده پندار این کار رو با هم با آدم می کنه، در واقع تعصب. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرد چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. داستان کوتاه یه اندازه زیبا پنداری که امروز از کنن برای مشکلات امروز گفته است. و عبید زاکانی هم اشاراتی دارد خیلی مستقیم و خیلی واضح به همین سر و صدای مؤذن اول صبح. خب بله اینم لقمان حکیم است که ادب از که آموختی گفت از بی ادبان. خب یکی هم خونده بودم خدمتون، بگردیم داستان دیگری پیدا کنیم از این مرد بزرگ شیخ اجل سعدی. بله خب که خب میگردیم اینجا یه جای پیدا میکنیم یک داستان. خیلی این داستان خاص دوستان لس آنجلس هست، ساکنان آمریکا، که بعد از عرض کنم که گذشت روزگاران که بالجمله نمان عرض کنم مسکری که نخوردی و منکری که نکردی، بعد از گذشت 60-70 سال حالا میخوایم بریم دختر باکره بگیریم در ایران بیاوریم اینجا. اینو برای اونا گفته سعد. پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته.
و دیده و دل درو بسته و شبهای دراز نخفتی و بذله ها و لطیفه ها گفتی، باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد. خوشمزگی میکرد و تلک میکن از اون جوکایی چنین میگفت که دل این دختر بچه رو یا دختر جوان رو به دست بیاره که باش دوست بشه و عرض کنم که ملال نگیرد دل این دختر از او. بله، و شبهای دراز نخفتی و بذله ها و لطیفه ها گفتی، باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله میگفت بخت بلندت یار بوده و چشم بختت بیدار، که به صحبت پیری افتادی پخته پرورده جهان دیده آرمیده گرم و سرد چشیده نیک و بد آزموده، که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد. مشفق و مهربان خوش طبع و شیرین زبان. داره ویژگی خودش رو داره توضیح میده. ماشاءالله چه هستم من، دنیا دیده هستم، عرض کنم که صبر و تحمل دارم، چنین و چنان شیرین زبانم، عرض کنم که مؤدبم از این حرفا. تا توانی دلت به دست دارم، ور بیازاریم نیازارم، ور چو توتی شکر بود خورشت، جان فدا جان شیرین فدای پرورشت. نگرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیر رای سرتیز سبک پای، که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رای زند و هر شب جایی خسبت و هر روز یاری گیرد. وفاداری مدار از بلبلان چشم، که هر دم بر گلی دیگر سراین. خوش خوشحال باش عزیزم که فرض کنم گیر یک جوان سبکسر تیز مغزی نیفتادی که هر شب بری جای دیگه و فلان از این حرفا. بله، خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنن، نه به مقتضای جهل جوانی. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار، که با چون خودی گم کنی روزگار. گفت چندین بر این نمط بگفتم، که گمان بردم که دلش بر قید من آمد و سید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت چندین سخن که بگفتی، در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد، که وقتی شنیدم از قابله خیش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند، به که پیری. اینم ضرور مسئله، فکر میکنم همه هموطنان شنیدن از سعدی. بله، بعد یا نصیحت هم کرده، عرض شود که سکسوالیزیست هم بوده سعدی. زن که از بر مرد بی رضا برخیزد، بس فتنه و جنگ از اون سرا برخیزد. فی الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مدت عدت بس بر آمد، عقد نکاحش بستن با جوانی تند و ترش روی، توهی دست بدخو، جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت حق همچنان می گفت که الحمدلله که از اون عذاب علیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم. با این همه جور و تند خویی، بارت بکشم که خوب روی. بله، با تو مرا سوختن اندر عذاب، به که شدن با دیگری در بهشت. بوی پیاز از دهن خوب روی، نغزتر آید که گل از دست زشت. بله، این هم داستانی است که خیلی هم مشهور هست در بین، عرض کنم، کسانی که سعدی میخواندن در اون روزگاران قدیم. خیلی خیلی داستان مشهوری است. خب بله، این هم خیلی جالب است. این هم میخونم خدمتون. در باب ضعف پیری صحبت کرده سعدی. بله، حکایت نخستین هست از باب ششم. میفرماید با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی همی کردم. پیدا سعدی سفر میکرده و بسیاری از اینها خاطرات اوست. جامعه دمشق عرض کردم، ما میگویم مسجد جمعه و اینها، بیشتر مسجد، شاید اشتباه شده لغت، میگیم مسجد جمعه، هم حالا معنی میده به واسطه شب جمعه و اینها، اما میساختن. امروز هم که تشریف ببرید در هندوستان که خرابی ها نشده است، اینها ما جامعه بلند دروازه داریم اونجا که مسجد بسیار با شکوهی ساخته اکبر شاه، اکبر کبیر، و هنوز این
حجره های طلبه ها هست فزون بر نزدیک 500 سال با بازارها بود چه بود داستانی بود بودن جامعه در بله که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند غالب اشارت به من کردن داشتیم بحث میکردیم یکی اسمه کسی پارسی بلده گفتن این آقا بلده یعنی سعدی گفتمش خیر است گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمیگردد گر به کرم رنج شوی مزد یابی باشد که وصیتی همی کن و پیر مرد خیلی پیری که حالا آقا گفته 150 سال البته هیچ کس در تاریخ انسان به 150 سال نرسیده رکورد از نشان میدهد که پیرترین آدمی که مرده 120 سالش بوده حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو در ته چاه پرتقال فروشی که وجود هم نداشته از اول خب گفت که شاید این وصیتی داره که وصیتی همی کنن چون به بالینش فراز شدم این میگفت دمی چند گفتم برآورم به کام دریغا که بگرفت راه نفس دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتن و تعجب همی کردن از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا فردوسی فرمود همی آز کمتر نگردد به سال همی سال جویم به تقویم و فال یه عمر زندگی شیرینه آدم با گذشت زمان اینها سیر نمیشه بعد از زندگی آز یعنی طمع به زندگی اینجا بله تعجب کردن که 150 ساله هنوز رو. گفتم چگونه ای در این حالت گفت چه گویم ندیدی که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی قیاس کن که چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی مقایسه ای کرده اینجا که البته به ظاهر خیلی زیباست ولی شاید معرفارق باشه که میگوید دیدید که چگونه دندان یک نفر رو میکشن چه دردی میکشه ببینید جان شیرین که از تن میخواد جدا بشه چقدر وحشتناک و دردناک و این هاست حالا باری گفتم تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفتن مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف چون خرف بیند افتاده حریف خواجه در بند نقش ایوان است خانه از پای بست ویران است مشهورترین ابیات فارسی است همین خوندم خدمتتون خانه از پای بست ویران است این به صورت مقلوب نوشته در واقع خواجه در بند نقش ایوان است پیرمردی زناز می نالید پیرزن صندلش همی مالید صندل می مالن برای عرض کنم که برای پوست یه پوست یا درد استخوان داشته می مردیم یه داشت صندل می مالید چون مخبت شده اعتدال مزاج نه عزیمت اثر کند نه علاج این هم یک داستان بسیار بسیار زیبای دیگری بود که نشان میدهد که بله خب این هم میخونم خدمتتون خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود چقدر سعدی دوست داشته این حجاز و شام و حلب و اینها میرفته میگشته صفا میکرده بر میگشته و همبارم که میرفته دلش برای شیراز تنگ میشده سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد بازگردی که از سفراش به شیراز مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد سالها رفت مگر صبر و سکون آموزد تا چه آموخت که از آن شیفته تر باز آمد بله سفری بوده شیخ بزرگوار و تصورش بر این بوده است که در سفر انسان معنویت به دست می آورد و خرد به دست می آورد و آزادی
تجاری که خب همیشه در مملکت ما زور بود است دیگه. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. چو ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر سیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا؟ که چون سگ سیدی نمیره بد به شکار. سعدیا حب وطن گرچه حدیثی صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. بله خب، حالا صحبت از حجاز میکند که رفته بوده به حجاز. خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود، یکی از امرای عرب مرو را 100 دینار بخشیده تا قربان کند. تا قربان کند یعنی که برود به حج و اصلا گوسفند بدبخت بیچاره رو بگیره سرش ببره. آقا این وحشیگری واقعا شگفت انگیزه. من نمیدونم آقا یه کسی بیاد یه چیزی بگه. خب برای چی این همه سر حیوانات رو میبرن اینجا قصابی میکنن، چندین هزار هزار حیوان زمین میریزن اونجا که میخوام بریم چیز ببینیم، منزل الله مدینه رو ببینیم. لازمش اینه که ما این همه گوسفند بیچاره رو اینجا کار سر ببریم. آقا این رسوم بادیه نشینان جاهل، این رسم مربوط است به عرض کنم آدمهای بسیار نادان روزگاران پیش، که حتی بعض اوقات دختران رو هم میبردن قربانی میکردن. حالا در قرن 20 گوسفند میخرن اینها با هواپیما منتقل میکنن، نمیدونم با چی، که آلونه که میروند به زیارت اونجا سر ببرن تا قربان کنند. خلاصه 100 دینار داده بود تا قربان کنند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. مرتب میگه دزدان عرب، دزدان خفاجه، اینا پیدا بود دزد زیاد بوده. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندن. گر تضرع کنی و گر فریاد، دزدر باز پس نخواهد داد. ایرج میرزا گرفته گو با جوجه مرگهی خوشحال، که ز پهلوی من مرو به کنار. گربه را بین که دم علم کرده، گوش ها تیز و پشت خم کرده. خلاصه گربه را جوجه پس نخواهد داد. انجا سعدی گرفته گر تضرع کنی و گر فریاد، دو زر باز پس نخواهد داد. مگر اون درویش صالح که برقرار خیش مونده بود و تغییر در او نیامده. این بازرگان که 100 دینار داشت تو سر خودش میداده گریه و زاری که ای فریاد به فریادم برسید، دوز مالم برد. یک درویش صالح اونجا بود که پولی نداشت و هیچ تغییری از این در رخسارش، تغییری در حالتش نبود که حالا دوز به کاروان زده، این خیالش نبود. بله گفتم مگر معلوم تو را دوز نبرد. معلوم تو را یعنی اموال تو را. گفت بلی بردن، ولی کن مرا با اون الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته دلی باشد. گفت چرا، چیزایی داشتم بردن، اما انقدر دلبستگی نداشتم که حالا اینو برده باشن من بشینم و ناراحتی بکشم. نباید بستن در چیز و کس دل، که دل برداشتن کاریست مشکل. گفتم مناسب حال من است این چه گفتی، که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق و مودت، تا به جایی که قبله چشمم به جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او. مگر ملائکه بر آسمان و گرن بشر، به حسن صورت او در زمین نخواهد بود. زمین یعنی زمین. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت، که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود. ما هم عاشق بودیم و چنین صورتی و چنین سیرتی، و باری ناگهی پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم، و از جمله که بر فراق او گفتم کاش کن روز که در پای تو خاراجل دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر، تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر. بله کاش کن روز که در پای تو شد خار اجل، دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر، تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاک تو که خاکم
بر سر داستان دراز است. بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس در نوردم و گرد مجالست نگردم. خب دیگه بالاخره خود سعدی هم داره میگوید که چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، یا معشوق نبیند پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. عاشق شدن که اختیاری نیست که حالا آدم سعی کند که عاشق نشود. این نقطه هاست که هر می شود که بله. خب ببریم سراغ یک داستان دیگر و ببینیم که چه گفت سعدی بزرگوار. خب داستانی بخوانیم که بیش از این نخونده باشیم خدمتون. بله اینا هم که خوانده بودیم، این هم که خواندیم. بله خب حالا به هر صورتی که میخوانیم میفرماید اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بسته که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر هلاك نهاده که همین ناگاه کیسه یافتم پر مروارید، هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، باز اون تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. به به در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه در چه صدف، مرد بی توش کوفتاد از بای در کمربند او چه زر چه خزر. این داستان رو یه بار خدمتتون گفتم متناسب مقال، یک باری هم عرض میکنم که در این محاصره اصفهان مردن مردم از گرسنگی، خوردن سگها و نمیدونم یابوها و گربه ها و همه اینها رو خوردن. و یک مورخی هست که کتابی هم نوشته، کتابش هم بنده دارم، خیلی هم معروف نیست، میگوید من از طرف دربار مأمور شدم که بروم ببینم کجا میشود گندم پیدا کرد یا آرد. میگوید ما 4-5 نفر همراه من بود، رفتیم دم یک دکان نقشین فروشی که در دکانش بسته بود، در رو شکستیم رفتیم تو، دیدیم چند مثل کیسه اونجا گذاشتن، گفتیم آرد هست، همه حمله کردیم به چه ذوقی، همین ذوق این شخص. وقتی باز کردیم دیدیم زر عباسی است، این طلای نقش شاه عباس. گفت بسیار مایوس شدیم و هیچ کس حتی یک سکه هم از اون کیسه بر نداشت. بله حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر که این آرژانتینی ها نبودن و اگر این کانادایی ها نبودن و اگر این استرالیا آمریکایی ها نبودن و اگر عرض کنم که این پول نفت نمی بود، قحط و قلای در ایران میشد که یه چیزی شبیه به اینها. ما بچه بودیم صحبت از گرانی میشد و قحطی که چه میزان مردم در قحط و قلا مردن، چون کشور ما کشور خشکی است. 2 سال پشت سر هم بارندگی نشود رودخانه ها میخشکن. اگر باران به کوهستان نبارد، سعدی که میگوید 1 سال به سالی دجله گردد خشک رودی، که البته مردم ایران که دیده بودن وضع جغرافی رو سعی میکردن ذخیره بکنن و اقتصاد مستقل داشتن دهات ایران، شهرهای ایران، یعنی اتفاق بود در رضایی بیفتد و به تعبیری صدمه نزند. بعد که اینها به هم متصل شدن و اقتصاد همه شهرها و دهات متکی به مرکز شد، مرکز مقتدر هر شبت که دولت، این است که یک چیز به همه جا اثر میکند. میخواندن که همونطور که عرض کردم بین 4 میلیون تا 5 میلیون تن به قیمت 2 میلیارد دلار ملایان بایستی بدهند و هر شبت که گندم بخرند. خدا برکتی بده به موشکامون البته که قرض کردیم البته از کره شمالی. بله خب عابدی را حکایت کنند، باید اینجا زده به آخوندها، عابدی را حکایت کنند که شبی 10 من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. میخورد ماشاءالله آخوند 10 من غذا میخورد تا سحرم یک ختمی هم از قرآن، یعنی ختمی بکرد یعنی قرآن رو میخون.
ختم میکرد قرآن رو. صاحب دلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار فاضلتر بودی. که اینجا فقط به قضا نزده سعدی نکره ها، زده به اون قرآن خوندنش، خوردنش و قرآن خوندنش هر دو. یه بار دیگه میخونم ببین چقدر زیباست. عابدی را آخون، عابد یعنی آخون، اون زمان واژه آخون به کار نمیرفته اینا. عابدی را حکایت کنند که شبی 10 من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. صاحب دلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضل تر بودی. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. تویی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. راست میگه دیگه، آدمیزاد که اینقدر پرخوری بکنه که همه ای انرژی بدنش صرف این میشه که این غذا رو حذف کنه. من نگاه میکردم به این پیتزا ها و این پنیر، یعنی این اگه پرتش کنیم توی جمبو جت، این انجین تایتانیوم 747 هواپیما رو ساقط میکنه. آقا این چیه این چیزا؟ خالی از تویی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. خب بله، خب این دیگه هم میخونم خدمتتون، خیلی جالب است. میگوید که پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. باز این معلوم برمیگرد به همون معلوم، یعنی پول و پله نداشت. خرامان همی رفت و میگفت نه به استری سوارم، نه بر اشتری سوار، نه به استر بر سوارم، نه چه اشتر زید بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری به سر آورم. اینجا مرحوم فروغی کمزوقی فرموده نفسی میزنم آسوده و عمری میگذارم نوشته است. مرحوم فروغی همه چیزش خوب بود جز اینکه عقل استدلالیش خیلی قوی بود. بنابراین این عقل استدلالی رو تحمیل کرده به گلستان سر. به این اشتباس مقصود شعر اون استاتیک و زیبایی شعر هست، نه که الزاماً ما حکمت عقلی رو اونجا تحمیل. مثلا فرض کنید سعدی میفرماید به دست آهنه تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش همین. مرحوم فروغی فکر کرده است که خب آهن که خیلی نمیشه، کردتش آهک، یا حالا در یک نسخه دیده آهک اون رو پسندیده و گذاشته. یا فرض فرمایید که عرض شود که چون گمان میکرده است که شیر در بیش است و پلنگ در کوهه، این شعر زیبا و سعدی که خیلی هم معنیش راحته و به طور طبیعی سعدی گفته هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. به دو طوری دیگر که میدانید تبدیل کرده و این اشتباه است. باری اشتر سواری گفتش ای درویش کجا میروی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نهله محمود در رسیدیم توانگر را اجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت ما به سختی به نمردیم و ما به سختی به نمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، یا بربختی شاید بشه بخوانیم، یعنی بختمند بودی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد او بمرد و بیمار بزیست. ای بسا اسب تیز رو که بمان، خرک لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تن بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد. که کاملا هم درست گفته است. بله، حالا این آخرین باید باشه که بکنم خدمتتون. میگوید کاروانی در زمینه یونان بزدند و نعمت بیقیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم اندر اون کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه گویی تا طرفی از مال ما به دست بدارن، که دریغ باشد
چندین نعمت که ضایع شود گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن. آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او به صیقل زنگ، با سیه دل چه سود گفتن وز، نرود میخ آهنین بر سنگ. که باز فروغی عقل استدلالیش چسبید. آخه به فروغی میگفتن شاگرد ارسطو نوشته است نرود میخ آهنی، فکر کرده که آهنی یا نسبت هست یعنی از آهن، اما آهنین ممکن است این معنی رو نرساند، اما نرود میخ آهنین. اینجا با زیبایی کلام مطرح است. بله خب اینم که خونده بودم خدمتتون داستانه. خب با طایفه بزرگان به کشتی در نشسته بودم، زورقی پیما غرق شد، دو برادر به گردابی در افتادند. یکی از بزرگان گفت ملاح را که بگیر این هر دوان را، که به هر یکی 50 دینارت دهم. ملاح در آب افتاد و تا یکی را برهانید اون دیگر هلاک شد. گفتم بقیت عمرش نمانده بود، از این سبب در گرفتن او تأخیر کرد و در آن دیگر تعجیل. ملاح بخندید و گفت اون چه تو گفتی یقین است، و دیگر میل خاطر به رهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم و مرا بر شتری نشانده و ز دست آن دیگر تازیانه خوردم در طفلی، و تا توانی درون کس مخراش، کاندر این راه خارها باشد کار درویش مسمن، برار که تو را نیز کارها باشد. بله گفت که بقیت عمر این نمانده بود، گفت نه درست میگی، درسته این داستانی که میفرمایید بر کل درسته، اما این به من کمک کرده بود، من تازیانه زده بود. وارد اونجا وقت ما تمام شد نه؟ بله فهمونه وقت ما تمام شد. لطفا هموطنان گرامی از شبت که تشریف ببرید به این سایت بهرام‌مشیری.com و امضا بفرمایید. از شما بسیار سپاسگزارم. از وارتان عزیز ممنون هستم، میبخشید که اشکال فنی شد و رشته سخن ما هم قطع شد. تا برنامه ای مدت 1 ساعت خدمت شما هستم، کوتاه بفرمایید با هم صحبت میکنیم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.